شما خیلی حرکت کنین بریم اولان طلب بخوریم یک دوامدار سرزی کنیم خیش سرزی کار کنیم که دکتران خاموش درسته کنیم آجی رو کنیم ببرید ای جنگ رو کنیم ملامر ایجا ببرید بشیر ایجا ببرید امرو کنیم خبرشون کنیم خبرشون کنیم بندر آی خانم مهمترین منطقه باستانی در این بخش از قاره آسیاست. افغانستان بین سالهای 330 تا 326 قبل از میلاد مورد تهاجم اسکندر مقدونی واقع شد و مدنیتی که از اختلاط دو فرهنگ و تمدن آریایی و یونانی در اینجا شکل گرفت به نام مدنیت یونان و باختری شهرت یافت. این تمدن فصلی مهم و درخشان از تاریخ افغانستان را به خود اختصاص داده است. بندر آی خانم یکی از مراکز عمده تجلی تمدن مذکور محسوب می شود. به استناد آثار برخی مورخان، بازگشت از فتوحات ناتمام خود در هند، عصر باشکوهی را برای یکی از همسرانش به نام آی خانم که شاهزاده خانم چینی بود در این منطقه خوش آب و هوا بنا نهاد. این محل اکنون به خط مقدم جنگ و نبرد میان طالبان و جبهه متحد بدل شده است. این طالب الان کجا هستن خواهند است؟ طالب ها او تپه عقیب از این مناطق سبز که معلوم میشه این مناطق پایین تر که تپه افتیده این مناطق از دولت است. تپه عقیبی که کمی سیاه به نظر میرسه او مناطق طالب ها هست موازیشون هم دنیم. خب این ماشین های که از این سرک تیر میشن اونا میتونن بزنن با طالب هم میتونن نگاه کنن ترسط کنن. این تپه باستانی آی خانم کجاست؟ تپه باستانی آی خانم پیشوری مکمایی مناطقی که هست تپه باستانی آی خانم اینجا کاوش های باستان شناسی هم شده کاری شده؟ تا حدودی البته از افرادی غیر مسلکی و غیر تخصصی کار را کردن تو به شکلی درست از طریق باستان شناسا کاوش صورت نگید به کلی جا به جا شده چند صد متر فاصله داشت. زخم خورده از جنگ همراه مزارع، سگ‌های پاسبان، گنده‌ها و چوپانان و دهقانان خسته و کودکان بازی گوش به خوابی سنگین فرو رفته است. در کوچه ای و در پناه دیوارهای کاهگلی دو تریلی در اعماق تاریکی شب مشغول جابجایی مهمات و تقسیم آن برای انتقال به سنگرهای جدید نیروهای احمد شاه مسعودند. دشت های سرزمینش و آسمان بی انتها و آبی صبحگاهی ساعتی به شکرانه نبرد پیروزمندانه دیروز به راز و نیاز با خالق خیش و به تلاوت قرآن مشغول می شود. سپس باز جنگ، رصد آخرین وضعیت طالبان و جابجایی نیروهای آنان در خطوط نبرد. ساعتی بعد فرماندهان و یاران او در نبرد دیروز بر تراز این تپه گرده می آیند تا گزارش دقیق شاهکار خود را که توسط جاسوسانی از آن سوی جبهه برای مسئول فرمانده ارشد خود بشنند. شهر پلنگ گرفتن ساعتای 11 بجه می وقتا بود که شهر پلنگ گرفتن 11 بجه شب از او بابا جنگ دوام کرد و جنگ رسید در چشمه سنگی در پیش تان در اوجه که رسید دیگه ساعتا تقریبا ساعتای 12 بجه نوختر بود اوجه باز اوجه نتانستن جنگ شروع شد پشت چشمه سنگی از کدام را خود تیر کرده بودن دیگه در قسمت تل گرگان پشت سن باز در تل گرگان هم ایجا نتانستن و مقامت بسار شدید شد افتر شفت جسدشان ماند و دیگه باز دو باز پایین شد ای بود تا دو بجه شب جنگ ختم شد. در جنگی که در طول قرار گرفت تا به نکره بچه شهید زخمی کمتر رو
دیگه زخمی بیشتر و شهید کمتر و یا چهار چندتان که کشیده بودن در زنبور بلاق یا مستقیم میزد امیر امیر تبر بگشای کار بستم را بعد از و پاتو بگیدم بگشای کار بستم را دود از کفن براید دود از کفن براید دست در لب ندارم تا کام من براید تا کام من براید جان رسد با جانا یا جان دتن برایا یا جان دتن برایا یا جان رسد با جانا یا جان دتن برایا بازپسگیری بندر آی خانم و بخشهایی از استان تخار همراه او به قرارگاهش در روستای خواجه بهاءالدین باز می‌گردد. مسعود به ندرت از افغانستان خارج می‌شود. این در شمار جنگ و دربدری همپای هموطنان و مجاهدانش جنگیده و هیچگاه آنان را تنها نگذاشته است. این صفتی است که تقریباً تمام رهبران افغانستان عاری از آنند. شیر پنجشیر طی دو دهه مبارزه طاقت فرسا به مردمش و به جهان ثابت کرد او مهره شطرنج بازی بزرگان در افغانستان نیست و هرگز تسلیم قدرت‌های تحمیلی داخلی و خارجی نمی‌شود. او در پاسخ به پرسش و پیام کسانی که وی را تشویق به تسلیم شدن در برابر طالبان می‌کردند جمله‌ای تاریخی دارد: اگر قرار بود تسلیم زور شوم، تسلیم روس‌ها می‌شدم. با پایان یافتن نبرد و کسب پیروزی، مسعود به سرعت به مقرش در پشت جبهه باز می‌گردد تا به رتق و فتق دیگر امور اداری و دولتی بپردازد.